بهداشت روان. درود فراوان بر شما یاران و دوستداران آینه، همه شما که در اقصا نقاط این کره خاکی دارید برنامه های ما رو تماشا میکنید، و تشکر از اینکه با دنبال کردن برنامه ها ما رو حمایت میکنید و تشویق میکنید که برنامه های بیشتر رو راجع به سلامت روان تهیه کنیم و خدمت شما ارائه بدیم. من دکتر حسین عبداللهی ثانی هستم، روانپزشک و روان درمانگر از تورنتو کانادا. همونگونه که شما آشنا هستید، ما بیش از 4 ساله که برنامه های سلامت روان رو به اتفاق دوست عزیزم آقای دکتر عباس آزادیان تهیه میکنیم و هفتگی خدمت شما ارائه میدیم، که هدف من این هست که انسان ها رو با یک وجه مهم وجودی خودشون که روان انسان هست آشنا کنیم، چرا که توجه به روان، آشنایی با روان باعث این میشه که ما بتونیم مراقبت از اون بکنیم و سلامتی اون رو حفظ کنیم، و به قول WHO سلامتی انسان بدون توجه به سلامت روان زیاد معنایی نداره. امروز هم در خدمت شما هستم برای اجرای برنامه‌ای که مدت‌ها فکر منو مشغول کرده بود و توجه منو جلب کرده بود، و به دلیل اینکه همراه یا مهمانی رو که تخصصی در این زمینه داشته باشه، تخصص لازم رو پیدا نمی‌کردم، اینو به تعویق انداخته بودم، ولی خوشبختانه تونستم یک مهمان رو تو این زمینه دعوت کنم و امروز خدمت شما معرفی خواهم کرد، که میتونیم این موضوع رو که موضوع هوش انسان و هوش مصنوعی هست راجع بهش بحث کنیم، و مطمئنم که شما هم نسبت به این مسئله کنجکاوید و میخواهید بدونید که چگونه این دوتا به هم ارتباط داره، و ما امروز این بحث رو خواهیم کرد. امروز هم یار همشگی من آقای دکتر عباس آزادیان کنار من هستن به عنوان روانپزشک که در تورنتو کانادا مشغول کار روانپزشکی هستند، و مهمان دیگری داریم، برای اولین بار تو این برنامه اومدن، خانم دکتر ترانه جوانبخت، که من مفصل تر خدمت شما ایشون رو معرفی خواهم کرد. برای شروع برنامه از عباس عزیز میخوام یک سلام علیکی با شما بکنن و ترانه عزیز سلام علیک کنن که من بتونم ایشون رو بیشتر خدمت شما معرفی کنم. عباس جان بفرمایید. خیلی ممنون حسین عزیز، من هم خوشحالم که در کنار شما هستم، خیلی خوشحالم که در کنار خانم دکتر ترانه جوانبخت هستم، و مطمئنم که خیلی امروز یاد خواهم گرفت از دانسته های ایشون، و خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم، در عزیزانی که در هر کجای دنیا هستید برنامه ما رو تعقیب میکنید و تو این چند سال این امکان رو به ما دادید که هر هفته در کنار شما باشیم و در خونهای شما باشیم. حسین جان من در خدمت شما. ممنونم. خانم دکتر ترانه عزیز، شما یک سلام علیکی با بیننده های ما داشته باشید، من شما رو بیشتر معرفی کنم. با سلام به شما، مهمان برنامه آقای دکتر آزادیان و بینندگان برنامه. تشکر میکنم. اول خوش آمد میگم خدمت شما خانم دکتر ترانه عزیز. راستش ما ایرانیان دارای تخصصهای مختلف و افتخار آفرین خیلی زیاد داریم که در دنیا پخشن، در جای جای این کره خاکی دارن زندگی و کار میکنن و به تمدن و بشریت خدمت میکنن. به خصوص زنان زیادی داریم که جدن به حضورشون و وجودشون افتخار میکنیم، چه در داخل ایران چه در بیرون از ایران، و یکی از زنانی که جدن من با خوند آشنایی باش پیدا کردم و خوندن کارنامهشون این احساس و غرور به من دست داد که زنان توانمند اینگونه در ایران و در بقیه نقاط دنیا ایرانی کم نداریم، یکی از اونها
دکتر ترانه جوانبخته. انقدر کارنامه ایشون پروپیمونه، من نمیدونم چگونه معرفیشون کنم، واقعا زمان به من اجازه نمیده. من خلاصه ای رو خدمت شما خواهم گفت. ایشون خانم دکتر در اوائل جوانی از ایران خارج شده، توی دانشگاه شهید بهشتی اول لیسانس شیمی گرفته، من اگر اشتباه یا درست بیان نکردم بعدا شما اصلاح خواهید کرد خانم دکتر، نگران نباشید. و بعد از ایران خارج شدن به کشورهای اروپایی از جمله فرانسه رفتن و در دانشگاه پیر و ماری کوری درس خوندن و اونجا فوق لیسانس گرفتن. تعداد فوق لیسانس های گرفتن انقدر زیاده و انقدر رشته های تحصیلی علمی که اینا داشتن متفاوته که من نمیتونم کامل بیان بکنم. تو رشته شیمی، تو رشته فیزیک، تو رشته بیوشیمی، تو رشته بیولوژی و مکانیک حتی، و توی رشته فلسفه ایشون هم درس خوندن و هم درجه گرفتن. درجاتشون، درجات دانشگاهشون یا فوق لیسانس یا پی اچ دی، یعنی دکترا، که آخرین دکترایی هم که الان دارن میگیرن یا تموم کردن در زمینه فلسفه هست که تو این زمینه خودشون توضیح خواهند داد. و بعد از دانشگاهی که پیر و پیر انکوری تموم کردن، به مونتریال کانادا مهاجرت کردن و در دانشگاه کبک و دانشگاه مونتریال و دانشگاه تکنولوژی، در واقع اکول د تکنولوژی سوپریور کبک و خود دانشگاه کبک و کنکوردیا هم درس دادن و هم درس خوندن، که خیلی بر من جالبه که یک خانوم با این همه گرفتاری ها توی زندگی انقدر تونسته باشه تو زمینه های علمی مختلفی تحصیل بکنه و به خصوص موفقیت به دست بیاره. یعنی خانم دکتر قله های موفقیت رو یکی یکی فتح میکنه. و جالبترین اینه که در نهایت وارد سیاست هم شده و اخیراً به عنوان نماینده حزب مردم در کانادا در یکی از شهرهای کبک کاندید شدن برای مجلس، که در سال آینده یعنی 2025 در واقع این اتفاق خواهد افتاد، که اینم جالبه. از نظر شخصی خب نویسنده هستن، شاعر هستن، آرتیست هستن، مجسمه‌ساز هستن و ورزشکار هستن، ورزش‌های مختلفی انجام میدن. و من وقتی که من رزومه خانم دکتر رو دیدم، دیدم که واقعا اون انسانی رو که همیشه سایکولوژیستا و روانشناسا تعریف میکنن که انسان میتونه اینگونه باشه، در ابعاد مختلف رشد کنه، از مازلو گرفته که سلف فلوریشمنت یا سلف اکچوالیزیشن رو تعریف میکنه، یا نیچه که انسان برتر رو تعریف میکنه، واقعا میشه اینگونه بود. و یه نمونش هم خانم دکتری که زندگیش واقعا یک بودی نبوده، تر همه ابعاد رشد کردن. و اما چرا خانم دکتر اینجاست و تو این برنامه است؟ برای اینکه دکترای هوش مصنوعی هم دارن و من به دلیل همین دعوتشون کردم که امروز بحثی رو داشته باشیم راجع به هوش طبیعی، یعنی هوشی که انسان‌ها دارن، و هوش مصنوعی که یک مقوله جدیدی است و تحول زیادی رو در تکنولوژی و زندگی ما انسان‌ها باعث شده و در آینده هم این تحول ادامه خواهد یافت و یه مسیر بی انتهایی رو تقریبا جلوی روی ما باز کرده. به هر حال من به اینجا بسنده می‌کنم خانم دکتر ترانه جوانبخت، و دلم می‌خواد که با معرفی که من کردم، هرچند کامل نیست، اگر چیزی مونده یا میخواید اضافه کنید بفرمایید که من بحثمون رو شروع بکنم. بله، بیشتر این زمینه‌ای که شما گفتید در واقع تو حوزه‌های کاری من بوده هست، منتها در زمینه حقوق بشر و جنبش زنان من خیلی کارهای مختلف دارم که از بیش از 15 سال پیش مطلب نوشتم، چون برام مهم هست که وضعیت مردم تو کل دنیا به خصوص
تو خاورمیانه کشور خودمون ایران و در شرایط فعلی تو کانادا بهتر بشه و مطالب خیلی گسترده دارم که هم در زمینه جنبش زنان هم در زمینه حقوق بشر تو سایتم هست و تو سایت های دیگه منتشر شده. تشکر میکنم. بله، این نکته مهمی بود که من جا انداخته بودم و خیلی ممنون که اینو یادآوری کردید. مقالات مختلفی هم که خیلی هاشون به زبان فارسی هم هست توی مجلات ایرانی، از مجلات اجتماعی و روزنامه هایی که الان دارن منتشر میشن و یا اینکه مجله فلسفه از خانم دکتر چاپ شده، بعضیشون من دنبال کردم و دیدم و در آینده ممکنه که راجع به موضوعات فلسفی با خانم دکتر برنامه های بیشتری داشته باشیم. من میخوام بحث امروز رو با سوالی از عباس عزیز بکنم. هوش رو ما خیلی شنیدیم و باش سر کار داریم، راجبش حرف میزنیم، هوش ها رو اندازه میگیریم، به هم دیگه میگیم باهوشی، کم هوشی، هوش تو استفاده نمی کنی. من دلم میخواد که یه تعریفی از بابت روان پزشکی و روانشناسی از هوش داشته باشیم. اصولا هوش چیه آقای دکتر آزادیان؟ بله ممنون حسین جان. بذارید من سعی میکنم که مختصر باشم چون که بیشتر دوست دارم صحبت‌های خانم دکتر رو بشنوم. در نتیجه به کوتاه‌ترین شکل ممکن سعی میکنم سوالات رو جواب بدم. دو هفته پیش هم در مورد مسئله هوشی اشاره کردیم. به نظر من تعریف‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین تعریفی که من پیدا کردم برای هوش اینه که هوش توان انسان در یادگیری و استفاده از اون چیزهایی که یاد گرفته برای اینکه خودش رو با محیط انطباق بده و خودش رو با جامعه انطباق بده. این واقعا بهترین تعریفیه که من از هوش پیدا کردم. از نظر خودم هوش یه در واقع توان درونی، یک استعداد درونی، یه آمادگی درونیه برای اینکه انسان محیطش رو بهتر بشناسه، انسان خودش رو با محیطش منطبق بکنه و در نهایت بتونه محیط خودش رو تغییر بده. این من اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، این نگاهی که من به تعریف هوش دارم. خیلی متشکر عباس جان. بله کاملا تعریف و بیان خوبی است و من اگه بخوام یه نکته رو اضافه به این بکنم، اول که خب هوش این روزا به اشکال مختلفی و انواع مختلفی تعریف شده که من بعدا از شما راجع به انواعش هم خواهم پرسید، ولی اون چیزی که خیلی جالبه اینه که به انطباق انسان کمک میکنه. یعنی اینکه اگه تغییری در زندگی ما صورت میگیره، هوش ما به ما کمک میکنه که با اون خودمون رو انطباق بدیم و نهایتاً به سروایوال انسان کمک میکنه. اگر بخوایم تعریف دقیق تری بگیم، شاید بگیم به این که اگر انسان هوش نداشت، شاید میتونست در اثر عوامل مختلفی تا حالا از بین رفته باشه. توی همیشه ما توی زندگی معمولی توی تراپی اینو میگیم که فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری که قدرت انطباق ما رو با مشکلات زندگی نشون میده، هوش به ما کمک میکنه که فلکسیبل تر باشیم. برعکس اون چیزی که ما توی فرهنگمون فکر میکنیم آدم باهوش همیشه آدمیه که با یک فرمون میره و همون رو ادامه میده، این گونه نیست. یعنی تغییر و مسیر عوض کردن یکی از چیزهایی که یادتون باشه هوش ما به ما کمک میکنه. من برمیگردم با خانم دکتر عزیز. ترانه جان، هوش مصنوعی من از شما خواهم پرسید، پدیده جدیدیه نسبتاً، و اول ببینیم تعریفش چیه و بعد ببینیم که آیا با هوش انسان قابل مقایسه است، یعنی همون ویژگی‌های هوش انسان رو داره یه چیز متفاوتیه. بفرمایید. هوش مصنوعی یه رشته دانشگاهی است، رشته ای هستش که با ماشین آلات و نرم افزار را کاربرد پیدا کرده و به عنوان یه زیرشاخه از علوم کامپیوتر مطرح هست و در حال حاضر میشه گفت که در حال تبدیل شدن به یک رشته محبوب بین رشته های دانشگاهی هست که باعث پیشرفت ما انسان ها تو بسیاری از زمینه ها شده. هوش مصنوعی در دهه‌های اخیر ما اگر نگاه کنیم باعث تولید و خدمات زیادی شده تو حوزه‌های مختلف، باعث بهبود زندگی انسان‌ها شده و باعث رشد سریع فناوری‌های مختلف شده، تکنولوژی‌های مختلف شده که به عنوان توانایی به طور کلی در نظر گرفته میشن و از هوش مصنوعی همینطور ما می‌بینیم که برای حل مسائل پیچیده استفاده میشه.
به طوری که در آینه نزدیک ما ماشین‌های هوشمند خواهیم داشت که جایگزین انسان‌ها خواهند شد. بسیاری از زمینه‌ها رو ما نگاه کنیم می‌بینیم که قابلیت‌های برای هوش مصنوعی وجود داره، به عنوان مثال ماشین‌ها، نرم‌افزارها که ما استفاده می‌کنیم، اینها استدلال، یادگیری، جمع‌آوری اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران و همینطور دستکاری یا تغییر و درک اشیا رو اینها انجام میدن که از طریق هوش مصنوعی هست. ما به طور کلی سه کار ذهنی داریم که خیلی مهم هست. یکی ادراک هست، اینکه چطور اشیا و چیزها رو به طور کلی درک کنیم، که این میتونه شامل مفاهیم هم باشه، شامل مفاهیم انتزاعی هم باشه که در دنیای خارج از بدن ما وجود نداره یا در دنیای فیزیکی وجود نداره. مورد دیگه استدلال هست و مورد بعدی هم عمل کردن هست، یعنی به کار گرفتن اشیا و چیزها و تغییر دادن اونها یا ساختن چیزهای جدید، که همه اینها رو ما با ماشین هوشمند میتونیم امروزه ببینیم که قابل انجام هست و اینها در واقع میان از نورون‌های مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی استفاده میکنن و در این حال از منطق استفاده میکنن، از قضایای علمی و از منطقهایی که فرمالایز شده در فلسفه استفاده شده و من وارد بحثش نمیشم چون گسترده است، ولی در جلسات بعدی اگه امکانش باشه میشین صحبت کرد در این مورد که خیلی مهم هست. اما بخش دوم پرسش شما در مورد مقایسه هوش مصنوعی و هوش انسان، باید در نظر گرفت که در واقع این مقایسه با هوش انسان وقتی ما میکنیم، عنوان هوش مصنوعی در کاربردهای مختلف که داره به عنوان فقط یک تشابه اسمی نیست، چون توسعه این فناوری طبق توانایی هوش انسان انجام میشه، پس در واقع شباهت‌هایی هم وجود داره. هوش انسان به عنوان یک مجموعه‌ای هست از ظرفیت‌های ذهنی که افراد بشر در واقع دارن، مثلا تفکر انتزاعی به خصوص و درک، ارتباط، حل مسئله، یادگیری چیزها یا استفاده از حافظه یا برنامه ریزی که ما افراد بشر انجام میدیم برای کارهامون یا برنامه ریزی رفتاری مثلا ما داریم در ارتباط با دنیای خارج از ذهنمون. اینا همه کاری هستش که ما ها انجام میدیم و پرسش اینجا هست که هوش انسان چه کارهایی رو به طور کلی میتونه انجام بده، که ما میتونیم بگیم یکی از خصوصیات و ویژگی های مهم هوش انسان درک زمان هست، اینکه انسان زمان رو درک میکنه و ما میتونیم احتمالات رو برای رفتارهایی مثل رفتارهای حرکتی یا شناختی در ارتباط با محیطمون محاسبه کنیم و این هم باز کار ذهنی هست که ما انجام میدیم ما انسان ها و به طور قابل توجهی باعث میشه که ما انرژی کمتر مصرف کنیم از نظر ذهنی و این امکان ما در مورد فعالیت کامپیوتر هم میبینیم که میشه انجام داد، اما قابل بحث هست که تا چه اندازه قابل انجام هست. در مقایسه بین هوش مصنوعی و هوش انسانی میتونیم بگیم که هوش مصنوعی قابلیت توسعه داره و باید این توسعه مهم به عنوان یک امر مهم در نظر گرفته بشه، منتها بعضی از جنبه‌های ذهنی انسان مثل عواطف، احساسات، هویت شخصی یا غرایز مواردی هستن که اینها تکرار پذیر هستن برای افراد بشر از نظر ذهنی و مهم هست که در هوش مصنوعی هم وارد بشه. بعضی از این موارد وارد شده در توسعه هوش مصنوعی اما کافی نیست و بایستی بیشتر توسعه پیدا کنه. ممنونم خانم دکتر، بحث رو خوب جالب شروع کردید و من بذار با توجه بحث شما یه سوال رو بکنم از عباس عزیز. عباس جان، ما انسان ها دو تا ویژگی داریم، یکی خودآگاهیه، در واقع قسمتی از توانمندی ذهن ماست که به هوش هم مربوط میشه، و یکی هم ادراک، همونجور که خانم دکتر گفتن، زمان و مکان و که ما میفهمیم کجاییم، چه زمانی هست. راجبه نه یه مقداری شما صحبت کنید این توانایی که ما انسان ها داریم و بعد من برگردم به ترانه ببینم آیا ماشین هم میتونه این گونه ادراکات رو داشته باشه یا تصوری برش هست. حسین جان، من به وقت فقط نگاه میکنم و فکر میکنم وقتی نداشته باشیم برای این قسمت، میخوای استراحتی داشته باشیم برگردیم و بعد سوال رو دوباره مطرح کنیم؟ بله، اگر چون این مهمه ما بحث رو بخوایم ادامه بدیم با خانم دکتر باید حتما
به دنبال صحبت شما خانم دکتر هم نظر بدن. بسیار عالی، ما قسمت اول رو توی این بحث تموم میکنیم، یه استراحت کوتاه میگیریم و بعد به شما برمیگردیم با سوالی که از عباس عزیز کردم، بحث رو ادامه میدیم. با ما باشید. شما بیننده آینه هستید. مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنونم که هنوز با ما هستید و قسمت دوم برنامه امروز رو تماشا میکنید. بحثی جالب و هیجان انگیز راجع به هوش و هوش مصنوعی و میهمان عزیزی که خب تخصص در هوش مصنوعی داره. عباس جان، در انتهای برنامه قسمت اول برنامه من راجع به این پرسیدم که توانایی ما داریم از نظر هوش و ذهن، یکیش توانایی درک زمان و مکان و اشخاص که ما تست توی روانپزشکی هم داریم اینا رو میپرسیم، و یکی هم راجع به خودشناسی، یعنی خودمون رو میدونیم که هستیم و این توانایی است که انسان ها دارن، خودآگاهی. راجع به این مقدار صحبت کنید که من برگردم. حسین جان، خانم دکتر اشاره کردن یکی از جنبه‌های هوش ادراکه و خب این ادراک میتونه خیلی مشخص باشه، مثلا درک اشیا باشه، و مسلماً تو این مسئله ما با حیوان‌ها مشترک هستیم. بالاخره حیوان آب رو میتونه تشخیص بده، آب رو مصرف میکنه، لازم داره برای زنده بودن، ما هم آب رو مصرف میکنیم، پس یه درکی از آب به عنوان یک چیز خیلی مشخص داریم. انسان یک قدم دیگه پیش میره و میتونه مفاهیم رو به شکل انتزاعی درک بکنه. برای مثال یک درک انتزاعی از زمان داشته باشه، یک درک انتزاعی از مکان داشته باشه. البته خانم دکتر فیزیک هم خوندن و فلسفه هم خوندن و میدونن که به هر حال وقتی در مورد زمان صحبت میکنیم، گذشته و حال و آینده، خب الان بحث و جدل در موردش خیلی زیاده و شاید هم هنوز خیلی هم در موردش نمیدونیم، ولی به هر حال یک درکی از این مفاهیم داریم که شاید این درک متفاوته با درکی که حیوان‌ها دارن، چون حیوان‌ها هم میدونیم از زمان به هر حال یک درکی دارن و از مکان درک دارن، میدونن آشیانه‌شون کجاست، میدونن که در چه فضایی خطر بیشتری وجود داره، در کجا میتونن، در چه فضایی میتونن خطر کمتری داشته باشن. یه قدمی تو طبیعت بزنیم خیلی راحت میتونیم اینو ما ببینیم. مثلا یک خرگوش دوست داره توی فضایی باشه که بالاش پوشیده باشه که یک پرنده شکاری از بالا اینو شکار نکنه. پس یک درکی از مکان مسلماً داره، ولی درک انتزاعی از مکان اونطوری که ما درک میکنیم نداره و همینطور از زمان اون درک انتزاعی که ما از زمان داریم رو یک حیوان ممکنه نداشته باشه. نمیدونم چیز دیگه ای رو تو سوال هست که من بله. راجب خودآگاهی پرسیدم که قطعا این رو در مورد حیوانات، یعنی ویژگی انسان، اگر نظری دارید. چیزی که در مورد انسان شاید تکیه میکنن که متفاوت، شاید بزرگترین وجه تمایز انسان با غیر انسان باشه، این که به آگاهی خودش آگاهه. یعنی به هر حال انسان ها دوباره یک آگاهی، حیوان ها یک آگاهی از محیطش، از خودشون دارن. به عنوان مثلا یک پرنده رو حساب کنید، یک حیوان پستاندار رو حساب کنید، میدونن به عنوان مادر، برای مثال یک نقشی به عنوان مادر دارن، بچه های خودشون رو درک ازش دارن، ولی پس این آگاهی رو دارن به خودشون که وجود دارن و یک وظیفه دارن در چارچوب نوعی خودشون. ولی ما به آگاهیمونم آگاهی داریم و درگیریم با این آگاهی، از جنس آگاهی ما چیه، جنس شناختمون در مورد خودمون چیه، این شناخت از کجا شروع میشه، این شناخت چطوری شروع میشه. شاید حیوانات این، شاید که نه، واقعا این دلمشغولی رو در حدی که ما توان درک حیوانات رو داریم، این دلمشغولی رو ندارن که منشأ شناخت ما چیه، انواع شناخت ما چیه، ولی ما اینها رو داریم. حتی تو تست های هوش میبینیم که داره سعی میکنیم ابعاد مختلف هوش خودمون رو درک بکنیم و بشناسیمش و
اندازه‌گیری بکنیم. پس این مسئله درک خودمون و درک این که توان درک داریم یکی از جنبه‌های خیلی برجسته که انسان رو از غیر انسان متمایز می‌کنه. بله، ممنون عباس عزیز. خانم دکتر، خودتون هم اشاره فرمودید، خوشبختانه چون توی در روانشناسی قسمت در واقع نوروکاگنیتیو هم شما هم کارهای ریسرچ انجام داده آشنا هستید، خب هوش مصنوعی چطور؟ چگونه میتونه ادراک داشته باشه؟ چگونه میتونه این آگاهی یا خودآگاهی رو داشته باشه؟ حالا زبان رو که شامل سمبول ها هست، ما انسان ها درستش کردیم و ازش داریم استفاده میکنیم و با تفکر انتزاعی ما مربوطه. در این زمینه خب مشکلی با هوش مصنوعی نداریم، شاید زبان آموزیشون خیلی به مراتب بیشتر از ما انسان هست. راجع به این موضوعات هم یه مقدار بیشتر صحبت کنیم. برای فکر کردن هوش مصنوعی دو مرحله لازم هست که انسان ها انجام میدن. یکی تصمیم گیری خودکار هست و یکی دیگه هم یادگیری هست و این دو به هم مرتبطه. ولی متاسفانه در تحقیقاتی که در چند دهه اخیر انجام شده به صورت دو مرحله ذهنی مختلف در نظر گرفته شده و در تحقیقاتی که برای هوش مصنوعی هم انجام شده تصمیم گیری خودکار رو یک سری از محققا روش کار میکنن و یادگیری ماشین رو یک سری دیگه از محققا کار میکنن، در حالی که من فکر میکنم لازم هست که به عنوان دو مرحله ذهنی مرتبط و غیر مستقل است هم در نظر بگیریم. و برای اینکه فکر کردن مستقل ربات‌ها، یعنی اینکه ربات‌ها بتونن داده‌ها رو پردازش کنن و به طور مستقل از افراد بشر بتونن نتیجه گیری بکنن از این پردازش داده‌ها، برای اینکه این کار رو بتونن انجام بدن، ما در ابتدای راه هستیم. و دلیلش هم این هست که شما اگر که مقاله‌ای که در سال‌های اخیر منتشر شده رو نگاه کنید ببینید که محققان همونطور که گفتم تصمیم گیری خودکار رو یه سری انجام دادن و یادگیری ماشین رو یک سری، من متاسفانه در نظر نگرفتن که همونطور که برای ما افراد بشر برای اینکه یه چیزی رو یاد بگیریم اول باید مفاهیم ذهنی رو از هم تشخیص بدیم. یعنی شما اگر از نظر کاگنیتیو یا ذهنی شما در نظر بگیرید سلسله مراتب یادگیری رو، اول افراد بشر قبل از اینکه یادگیری انجام بدن گروه‌های مفهومی رو از هم تشخیص میدن، بعد از اینکه گروه‌های مفهومی رو تشخیص دادن تصمیم گیری میکنن که آیا اعضای گروه رو در اون گروه مفهومی قرار بدن و جای بدن یا ندن، و این تصمیم گیری رو به صورت خودکار یا اتوماتیک انسان ها انجام میدن. بنابراین تصمیم گیری خودکار در واقع مرحله پیشاپیش یا قبل از مرحله یادگیری ماشین هست و برای ربات ها هم همین مورد هست. و در مورد هوش انسان ما میبینیم که هوش انسان در واقع شامل مجموعه ظرفیت هایی هستش که از نظر ذهنی انسان ها دارن و تفکر رو در بر میگیره که میتونه تفکر انتزاعی هم باشه و شامل ادراک هست، اینکه چیزها رو انسان ها درک میکنن، ارتباط میگیرن با چیزها، مسائل رو حل میکنن، یادگیری دارن افراد بشر و از حافظه شون هم استفاده میکنن. ما انسان ها از حافظه همون استفاده میکنیم و در واقع اینها برای ذهنیت انتزاعی ما لازم هست و برای ماشین هم همینطور هست. منتها برای اینکه ماشین بتونه به این یا ربات هایی که در واقع در حال ساخت و توسعه هستن برای اینکه بتونن به این مرحله برسن که به صورت مستقل از انسان فکر کنن و تصمیم بگیرن، باید حتما مرحله در موقع شناخت و تمایز گروه های مفهومی رو داشته باشن که خوشبختانه این رو من خبر خوب این هستش که من تو تز دومین دکترام که در زمین هوش مصنوعی هست روش کار کردم و برخلاف کسایی که فکر میکنن فلسفه کاربردی نداره در علوم، در واقع نوآوری هام رو از فوق لیسانس فلسفه هم آوردم تو تز دکترام. به عنوان مثال در تز فوق لیسانس هم در فلسفه روی در واقع مدل درخت کار کردم که روش سه تا منطق غیر کلاسیک رو وارد کردم روی این مدل و به کار بردم و بعد از روی کاربرد این منطقا اومدم در واقع کاری که کردم فرمولی رو به دست آوردم که نشون میده احتمال ادغام این گروه های مفهومی چقدر هست و این در واقع
موردی بود که قبلا انجام نشده بود و برای این کار من احتیاج داشتم که یه نظریه ابداع کنم. برای من این نظریه دمارکت تئوری رو ابداع کردم که در واقع فرمولایز کردم، فرمول داره مفصل هست پایان‌نامه فوق لیسانس من در فلسفه و همین رو وارد کردم تو تز دکترام در هوش مصنوعی. یعنی در واقع مدل و نظریه دمارکت تئوری رو وارد تز دکترام کردم و استفاده کردم برای تصمیم گیری اتوماتیک یا خودکار. و این در واقع فکر میکنم شاید یکی از نادر کاربردهایی هستش که ما در سالهای اخیر از فلسفه در هوش مصنوعی داریم، برای اینکه معمولا کسایی که در زمینه هوش مصنوعی کار میکنن و در مورد ادراک و فکر و توانایی‌های فکری ماشین و ربات کار میکنن معمولا از فلسفه چیزی وارد میکنن و این رو نکردن به خاطر اینکه نه مدلش رو ما داشتیم و نه تئوریش رو داشتیم. برای من کسانی که علمان هستن و زبان فرانسه میدونن میتونن پایان‌نامه فوق لیسانس من و تز دکترای من رو نگاه کنن و این در واقع تصمیم گیری اتوماتیک بخش در واقع پیشا پیش هست برای یادگیری ماشین. یعنی لازم هست در مرحله بعد ما که این تصمیم گیری اتوماتیک رو الان داریم در واقع به صورت فرمولایزد با منطقه غیر کلاسیک داریم، این و نرم افزارشون هم با پایتون در واقع هست در تز دکتر من، این رو در واقع وارد کنیم برای یادگیری ماشین. یعنی در واقع تصمیم گیری اتوماتیک با یادگیری ماشین در کنار همدیگه بکاوره. در این صورت میتونیم کاربردهای فکری ماشین ها و ربات ها رو بیشتر روش کار کنیم و توسعه بدیم. ممنون. خب این گونه باشه و هست یه قسمتش هم، یکی از مشکلات که ما انسان‌ها داریم یادگیریه و مخصوصا در مورد بچه هامون چقدر زحمت میکشیم، چه سیستم هایی وجود داره آموزش پرورش و خیلی چیزها رو میخوایم یاد بدیم اونها اصلا یاد نمیگیرن و مقاومت میکنن. به نظر میرسه تو این زمینه برای یاد دادن به ماشین ها مشکلات کمتری خواهیم داشت. برمیگردم به این خانم دکتر عباس عزیز، نظری اگه داری راجع به این بگو و بعد سوال هم اینه که راجع به شکل‌گیری هوش انسان یه اشاره از نظر رشد مغزی بکنید که من میخوام همین تاریخچه رو برگردونم. میخوام نه حتما، من در مورد صحبت های خانم دکتر زیادی رو نمیتونم اضافه کنم، ولی چیزی که در مورد شکل‌گیری و تکامل، ببین تکامل هوش ما دوباره هفته پیش هم صحبت کردیم یا دو هفته پیش صحبت کردیم، یه پروسه تدریجی تکامل هوش. یعنی اگر حتی از لحاظ تکامل کل موجودات زنده در کره زمین در نظر بگیریم، به نظر من شروع هوش شاید اولین تکسلولی که تو محیطش داره حرکت میکنه و بعد با یک فرض کن یک مانع اسیدی روبرو میشه که وقتی این جدار سلول میخوره به اون ماده اسیدی احساس خطر میکنه و خودشو بر میگردونه، عقب نشینی میکنه و در جهت مخالف حرکت میکنه. در واقع این اون هسته اولیه هوشه، چون که یک درکی رو از محیط داره نشون میده. این درک ناخودآگاه طبیعتاً درکیه که توش آگاهی نیست و درکی که با بر اساس شناختی که ما الان از خودمون و از جهان داریم اصلا قابل مقایسه نیست، ولی به هر حال یک درک ابتدایی اونجا وجود داره که این سلول داره از خطری که وجود داره و بعد با عملش یک انطباقی رو در خودش ایجاد میکنه. خب در کودک هم ما اینو در واقع میبینیم، در کودک هم به تدریج کودک یاد میگیره که با محیطش چطوری انطباق پیدا بکنه، با پدرش یا با مادرش که دائما در ارتباطه چه برخوردهایی باید بکنه. بعضی از جنبه ها رو قبلا اشاره کردیم که جنبه غریزی و جنبه ژنتیک داره، جنبه نهادی داره، از ابتدا در کودک وجود داره. برای مثال خنده ای که کودک از ابتدا داره و مطالعاتی هست که نشون میده که کودک 3 روزه حتی صدای زبان مادری رو میتونه از زبان غیر مادری تشخیص بده، بوی شیر مادر رو از غیر شیر مادر در 2 روزگی حتی میتونه تشخیص بده. خب اینا یک چیزایی است که در نهاد کودک وجود داره، از اینها استفاده میکنه برای اینکه برای بقای خودش رو با محیطش انطباق بده و توی این ارتباطی که ایجاد، توی این انطباقی که میده، به تدریج شروع میکنه به ادراک بهتر محیط، شناخت بهتری از محیط پیدا میکنه و به تدریج شناخت بهتری هم از خودش پیدا میکنه و توانایی‌های
خودش پیدا میکنه و در واقع این اون پروسه‌ایه که به تدریج رشد میکنه. و بعضی از این جنبه‌های ژنتیکی رو من بخوام تکیه بکنم اینه که در هر مرحله فرد نمیتونه، یعنی در مراحل اولی نمیتونه همه توانایی ذهنی رو داشته باشه. ما در مورد پیاژه صحبت کردیم حسین جان چند هفته پیش و این اشاره رو داشتیم که بعضی از مفاهیم رو مغز باید رشد کرده باشه که کودک بتونه اون مفاهیم رو درک بکنه. در نتیجه اینها یعنی یه مجموعه ای از آمادگی مغز وقتی که به اون حد کافی رسیده باشه، چیزی که محیط به کودک میده، قنایی که محیط برای کودک ایجاد میکنه و توانایی انطباق کودک با این محیط، همه اینا دست به دست هم میده برای اینکه هوش ابعاد مختلف هوش انسان رشد بکنه، چه جنبه کانسپتش، جنبه انتزاعیش، چه جنبه اجتماعیش و چه جنبه عملیش که بتونه از این مجموعه استفاده کنه و تو زندگی در نهایت کودک پیش بره. بله ممنونم. یه موضوع را من اشاره کنم، اضافه کنم که همه این نظر تکاملی هوشی که ما یاد میگیریم یعنی رشد میکنه در ژن‌های ما ذخیره میشه و از نسلی به نسل بعد انتقال پیدا میکنه. یعنی آن چیزی که ما امروز میدانیم ذخایری است از زندگی و تاریخ انسانی که تدریجی انتقال پیدا کرده به ما از طریق ژن‌ها. خانم دکتر عزیز، خانم ترانه جان، بگو یه اشاره بکنم تاریخچه هوش مصنوعی است که این مفهوم به وجود اومد، چگونه اولیه شکل گرفت و حالا چه مراحل رو طی کرده. هوش مصنوعی سابقه خیلی طولانی داره، بیشتر از اون چه که بیشتر افراد در نظر میگیرن، و سابقهش برمیگرده به یونان باستان. به عنوان مثال هفاستوس خدای صنعت هست و فلزات و آتش که در کتابای تاریخی یونان هست و مخاطبان میتونن نگاه کنن. این در واقع یک ایزد یونانی هست که کاری که میکنه میاد در واقع یک نوع ربات رو میسازه به اسم تلوس، و این رو میسازه به خاطر اینکه از جزیره کرت که در یونان هست حفاظت کنه. و در واقع ایده استفاده از ربات در واقع ما میبینیم که برمیگرده به دوران یونان باستان. اما بعد از اون ما میبینیم که در آثار افراد دیگه هم وارد شده در دوران تاریخ مدرن، مثل فرض کنیم داوینچی، کسی بوده که در این زمینه کار کرده در مورد ربات ها، اما نه با مفهومی که ما امروزه از ربات در نظر میگیریم. یعنی در واقع هوش مصنوعی به صورت اولیه در آثار قبل از قرن بیستم هم بوده، اما بعد پیشرفت مدرنش رو از قرن بیستم ما داریم و مدیون آلن تورینگ هستیم. و همینطور کنفرانس در دارتموت در سال 1956 که اصطلاح هوش مصنوعی رو جان مکارتی ابداع و تعریف کرده در واقع، و با عنوان علم و فناوری ساخت ماشین‌های هوشمند اون رو در نظر گرفته. و ما می‌بینیم که در واقع مفهوم خیلی خوبی بوده، به خاطر ما اینو هنوز هم داریم استفاده میکنیم از هوش مصنوعی، نه تنها به عنوان در واقع توانایی ذهنی بلکه به عنوان فناوری ساخت ماشین هم در واقع داریم استفاده میکنیم. بنابراین هر دو مورد، هر دو مفهوم رو ما به کار میبریم وقتی میگیم هوش مصنوعی. و در سال 2020 هم راسل و نورویک اومدن در واقع تولد هوش مصنوعی رو نوید دادن، و یکی از پارادایم اولیه هوش مصنوعی این بوده که توانایی تشخیص مفاهیم، اینکه افراد در واقع ماشین ها و ربات ها بتونن اشیاء رو درک کنن یا مهارت های حرکتی داشته باشن، میبینیم که در ماشین ها پیچیده نیست، به خاطر اینکه بر مبنای در واقع توانایی های حیوانات هست و بشر با حیوانات در این موارد مشترک است توانایی که داره، و این توانایی اولیه هستن. اما ما استدلال های چند مرحله ای داریم که انسان ها انجام میدن، یا یادگیری زبان داریم، ساخته هایی رو که بدیع هستن، نوآوری هست، اینها رو ما داریم که از نظر ذهنی سطح یا لول بالاتری رو نیاز داره، و همینطور طرحهایی که شامل نوآوری هست برای اینکه ما به اهدافی برسیم، یا استدلال هایی رو در زمینه هایی داشته باشیم. اینا همه کارهایی است که ما افراد بشر با سطح بالاتری از
هوش انجام میدیم با هوشمون و اینها رو ما باید وارد هوش مصنوعی بکنیم. میبینیم که تا حدی کار شده ولی کافی نیست، اما رویکردی که هست این هستش که در واقع رایانه ها رو در نظر گرفتن که اینها فقط ماشین حساب های عددی نیستن که فقط بخوان محاسبه کنن، بلکه میتونن نمادها رو دستکاری کنن و برای اینکه رفتار هوشمندانه داشته باشن باید من عذر میخوام شما رو قطع میکنم. من فکر میکنم انقدر این بحث جالبه که ما باید یک جلسه دیگه هم راجع به این موضوع بحث کنیم. از شما خواهش میکنم تو جلسه بعدی گفتگوی ما هم شرکت کنید، و چون تایم برنامه ما محدوده و این برنامه از نظر زمانی به پایان رسیده، هرچند که ما خیلی دوست داریم باز هم نظرات و اطلاعات شما رو بشنویم. ممنون از اینکه تو این برنامه شرکت کردید و ممنون از شما عباس جان و از شما بیننده ها و شنونده های خوب برنامه آینه تشکر میکنم. با ما باشید، ادامه این بحث رو ما در هفته آینده با شما خواهیم داشت. روز و روزگار بر شما خوش. بهداشت روان